شو. البته من یه آقایی رو دیدم که از در خارج شد. این گلای روز هم ایشون آوردن. قد تقریبا بلندی داشت، چشمای رنگی، یه گردنبند تپیان گردنش. تو آدمی کی هستی؟ فکر میکنی کی هستی؟ منتظر چی هستی؟ خیلی دلم میخواد بدونم ارتباط تو با اون گلای روز اون گردنبند تپی چیه؟ همش تقصیر این برنامهش. بغض کردم که یه دختر بچه چه معرفتی داره. اون وقت من گند زدم به زندگی. تو همین اوضاع اومدم داروها رو اشتباهی قاطی کردم. میخواستم یه چیزی بهت بزنم که حافظت پاک شه. اشتباهی توهمزا زدم. اینم خیلی خوشحالم اینجا. خیلی خوب دیگه من اینجا میگم. آخه چجوری بهنام منو پیدا کردی بهنام؟ تو توهمم خودت طبق معمول اولین نفری که اومدی سراغم خودت بودی. چه فرقی میکنه آقا جان؟ یه عزیزی داره یخ میزنه. داره عزیز من میگه صحبت مرگ و زندگیه. مرگ و زندگیه؟ مرگ و زندگیه دیگه. مگه نمیخوای چیکار بکنی؟ مگه نمیخوای گذشته رو بلاک کنی؟ مرگ و زندگیه. خیلی خوب بترک بری. آقا من نمیدونم شما کیو تو زندگی دوست داری، ولی به جون هر کسی که دوست داری، من از هیچ کدوم از این چیزایی که میگین هیچ خبری ندارم. من نامه رو نوشتم، ولی نه برای برادر رئیس شما. اصلا کل قضیه یه چیز دیگه ایه. گوش کن رفی، من واقعیتش یه دخترمو دارم که از قضا خیلی هم دوستش دارم. برای همین وقتی دیدم یکی دیگه اونم یه مریض روانی بهش پیله کرده، خب طبیعیه که غیرتی میشم. یه چیزی هم بهت بگم رفی، اون یارو پسره از مریض روانیه که رئیس شما ولش کرد. اصلا اون واقعا مریض روانی نیست، داره نقش بازی میکنه. نه اینکه آدم سالمی هم باشه، نه، از نظر من اتفاقا روانیه، ولی از نظر بقیه سالمه. اما الان فهمیدم از نظر بقیه هم ایشون روانیه، در حالی که من فکر میکنم سالمه، ولی داره چی؟ نقش بازی میکنه. گوش کن رفیق، من میدونم شما نمیخوای بلایی سر من بیاری، فقط میخوای منو بترسونی. ولی برام یه بار کسو در حرف منو گوش کن. بیا همجا بسا برگرد. چپرق واسا تکون نمیخوری. اینم که همینجور واسدی نگرش دار تو چشم انداز همینجوری. این پایین. خب چجوری میمیرن؟ بله، تا جایی که مطالعه کردم تقریبا بعد از اینکه پروانه میشن 3 تا 4 روز بعد. نه اصلا، فقط یه جور کرمه که تبدیل به پروانه میشن، همشون نه. چرا من جز آسکاریز همه پروانه میشن؟ زیاد کارتون میبینی نه؟ خیر، شما دوست نداری کارتون؟ چرا؟ سلام بسیم. عشق رنگ عشقه آقا، از رنگ ششای مهران. آقا بهش ترانه مشکیه رز صادقی خونده. نمیخواد شما بخونی. آقا نمیخواد بخونی میگم. نه آقا میسوزی ها. برو آقا، برو آقا میسوزی ها. داداد آقا میگم میسوزی. لبخند جوکن تحویل من میدی؟ حتی این به سوزه بار میشه و گینس مینه ثبت نامش میکنن. اولین مرد یخزده ای که در اثر سوختگی مرد. نه امید یه دقیقه ساکت شو، من دارم فکر میکنم. امید دو سال نمیگی ساکت شو، من دارم فکر میکنم.
چقدرم تو گوش کردی؟ خب 10 ساعت میتونی ساکت بشی؟ میتونی تا فردا صبح ساکت بشی؟ حرف نزنی من فکر کنم. به چی خوب داری فهم می‌کنی؟ به مامان بگو ما تو جریان قرار بگیریم. خب من به تو اولا داد نزن، بعدم من به تو بگم تو نمیفهمی. برای چی خودتو زدی به اون راه امید؟ وضعیتمون یه دقیقه نگاه کدوم راه؟ الان همین سوال میشه برام. من به کدوم راه زنم؟ امید به خودت بیا امید. این نادرخان می‌خواست این شازده رو بکشه، داشت یخ می‌زد، ما نجاتش دادیم. این یعنی یه بار قواعد نادرخان رو به هم زدیم. این یه بار. اون آدم نادرخان بود، پرید وسط دعوا مرد، ما چالش کردیم اونجا. یعنی دوبار قوانین نادرخان رو به هم زدیم. الان پلیس دنبالمونه، خانواده من دنبال منن، این نادرخان دنبالمونه. من الان چجوری اینا رو ثابت بکنم به ترانه که من نه دیوونم نه روان پریشم، من آدم سالمی ام که پام تو هیچ خلافی نیست؟ چجوری بهش ثابت کنم؟ نه اون که عمرن اصلا باور نمیکنه. آره باور نمیکنه. دو روزم بهش توضیح میده عمرن باور بکنم. اینقدر بهم نگو دیگه، من میدونم باور میگم، میدونم باور نمیکنه. اینقدر تکرار نکن، من میدونم باور نمیکنه اون. اینقدر تکرارش نکن. این یعنی که ما با نادرخان رو در رو وایسادیم، اعلان جنگ کردیم بهش، میخوایم باش بجنگیم، یعنی آمادگیمونو اعلام کردیم. کی من؟ ما. من رو در رو نادرخان وایسادم که با اعلان جنگ بکنه؟ من با نادرخان جنگ؟ وای بینام بینام بینام، تو چرا با آدم نمیگی میخوای وارد جنگ بشی؟ چرا منو در جریان قرار نمیدی که وارد جنگ میخوای بشی؟ بینام من الان چجوری میخوام با فریبا زندگی کنم؟ چجوری میخوام با فریبا حرف بزنم؟ من تا قبل از این یه معتاد ترک کرده بودم، الان یه معتادی هم که معلوم نیست ترک کرده یا ترک نکرده. بینام اونم تازه قاطی یه اکیپی شدم که واردات دارو میکنم، واردات روانگردان میکنم. آقا اینا نه یا جلو میسوزی بابا، خب دیگه داداش سینه بزنم. حالا اینا چیزش کن مهارش بنده اینجا زیر چونش بنده. آها این سوراخ زنخدونشه، بنداز این سوراخ زنخدونش بری کلا جلو داش بنداز این تو بنده بده بیبی چارف چارف گیره. بینام نه یه جلو دیگه داداش. بینام منو چرا گذاشتی تو همچین وضعیتی؟ بینام بینام چرا با من رفاقت نکردی؟ بینام بینام تو با من دشمنی کردی؟ بینام بینام من پاک بودم، من پاک بودم بینام. الان اینجا 3 روز دارم شیر برز میخورم بینام. بخنداش برز میخورم آقا، 3 روز دارم اینجا شیر برز دارم سنگ جوش میکنم میخورم. این یعنی پاک پاکم پاک. پشیمون میکنی آدمو؟ چرا گریه میکنی حالا؟ نه یه راه حل میذاری جلو پای آدم، نه آدم خلاقی هستی آدم رو حساب بکنه، نه آدم خاص ویژه هستی. فقط همه پیچیدگی های جهانو چی میگه این؟ داداش با توه. نه بابا با تو کار داره داداش، تمایل رو به توه دیگه. انگشت نگاه، این انگشت نگاه با تو. اینا به من تمایل داری داداش؟ ببین چی میگه. چی میگه؟ داشت با من کار داره. ببخشید با من کار داره. کی چی؟ داشت با من بود دیگه، اون موقع که به شما تمایل داشت شما ممانعت کردی. بگو ببینم به من چه ربطی داره؟ بابا نه به من چه به تو ربطی داره؟ آقا به من ربطی نداره واسه بابا، به من ربطی نداره. من نمیدونم، میگه من الان یخ زدم، یه بار مرگو دیدم، ممتنع شدم، نمیتونم چیز بکنم، متنم دبه شدم بابا، هرچی که شده. میگه من میخوام الان دیگه کار درست بکنم، جبران کنم گذشتم و نمیدونم. یه آدمی به نام جهان شما میشناسین اسمشو؟ جونش در خطره. نمیدونم جهانه تو میشناسیش؟ نمیدونم تو ماشین با هم بودین؟ نمیدونم، باید مواظب جونش باشین. وای امید، گفت جهان. وای امید. چی شد؟ امید بیچاره شدیم. این یارو جهان که داره میگه پسرعمه ترانه است. عمه نه، پسرعمه ترانه است، خانم دکتر ترانه مشکی. این یارو که این آمپوله رو به من زد، کج و کوله زد، رفتم تو توهم. خب یادته من تو توهم طبق معمول جناب علی اولین نفری بودی که اومدی سراغ من دیگه. یادته دیگه که آدرستو دادی من اومدم سراغ تو توهم. این یه آدرس درست. بعدیشو اینو تو انجماد دیدیم و اینا که اومدیم سراغش تو توهم من. این دو آدرس درست. الان جهان من دیدم اونجا تو توهم.
اینجوری با دهن باز یعنی رنگ سفید مرده. جهان این داره میگه همون جهانی که تو توهم اومدی. بله این هر دو جهان یه جهانه الان. بینام نادرخان میخواد بکشدش. بینام شما وارد چه قضیه شدین؟ چه جریانی شدین؟ بینام چرا اینقدر پیش رفتید؟ بینام پاشو بریم، پاشو بریم. بینام چرا اینقدر آدرسو گفت؟ چی شد؟ چی داره؟ راحت باش، راحت باش بابا، اینقدر سوختم. شرمنده. پاشو بریم، پاشو جمع کن بریم. پاشو. کجا باید بریم؟ الان کجا بفهمیم کجا باید بریم؟ این بدبخت مینام، پاشو پاشو. پاشو پاشو پاشو. ناشو، پاشو پاشو. سعی کن خودتو بلند کنی. بدبخت یه سر داره میگه خودم بلدم دیگه، میبرمتون دیگه. خب بگو بشین پشت فرمون دیگه، آدرس داره. بشین انگشت نمیتونی تکون بده، بشین پشت فرمون. تو بشین پشت فرمون، اینم از حالت بدنش میتونیم بفهمیم کدوم وری باید بریم دیگه. داداش خوبی؟ نه یخ میکنیم تو ماشین که. داداش میتونی بشینی؟ تا میشه پات؟ تا کن؟ بذار سب کن، سب کن. بیا برو. درد گره؟ نه. این داره چپو نشون میده. تو چرا؟ نه بابا این دستش از پیچ قبلی همجوری خشک مونده. آقا این دستتو بیار پایین. مال پیچ قبلیه. راست داره نشون میده. چپه این، چپه این داره این میده. این داره راستو نشون میده. چپو نشون نمیده داداش. آقا چپو میریم یا راستو؟ اون راست. آقا یا چپو یا راستو. آقا من نمیتونم اینجوری. من گم میشم اینجوری. من نیستم. بینام اینجوری رفتار نکن. بینام بابا این داره سعی میکنه گذشته تاریکشو جبران کنه. من نمیتونم این گیج میکنه. من دیگه همه جاشو سوزوندم دیگه. آقا میتونی اینقدر دستاتو بالا پایین نکنی؟ من رو جهت انگوش شما دارم مسیریابی میکنم. داداش انگوش اشارات کدومه؟ من با فندک اونجا رو آب کنم. اگه اونجا خب نه دیگه الان ترسیده دیگه. نمیتونیم اینجوری نمیشه. داری بعد رفتار میکنی بینام. باور کن تو همیشه با من میشی رفتار میکردی. بینام بره باور کن من 20 بار تا حالا ترک کردم دیگه. تو اینجوری رفتار میکردی. امید بیا بریم. عمرن من نمیام. بینام وای بینام داداش من نمیام. من نمیام. باستو برو. امید این آخرین باری بود که شمردم. خب اینجوری که نمیرسیم میخوریم. داداش داره حرف زده. داره حرف زده. چی میگه؟ چی میگه؟ فعلا مستقیم بریم. داداش خب از اول همه کارو باید میکردی یا چون اینا رو هم 18 کیلو میشه ولی اون 100 گرم زبونه همونو باید تکون بدی. آره آره اینا رو به زمین. اینا 18 کیلو بی خودی داری تکونش. دوست داره انگوش دوست داره نشون بده. داداش داداش یه چیزی داره میگه. داداش میگه همینجاست. همینجا رو باید بچرخی. همینجاست. مطمئن داری؟ میگه همینجاست. میگه همینجاست. اون چیه اونجا؟ چیه اونجا؟ چیه؟ 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 همینه دیگه رسیدی بیا. چی من چیزی نمیبینم. این چاهه دیگه اینا. کو؟ کجاست؟ یا اینجا در چاهه. آقا جهان. آقا جهان. کمک آقا جهان به نام آقا جهان اگه دولت داری بیا این در ما کن به نام جهان اومده میدون باز کن بیا 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 دیگه برو آقا جان ما این من اینجا یاد دادیم خیلی سرمونو چه رفتاریه میکنی؟ کمک کن ترسیده کمک سرحالی بیا نفس بیا باشه نفس بگی نفس بگی سب کن ترسیده بیا بیادش کلاس سرحالی بیادش کلاس ترسیده تیز بریم ترسیده بریم تا یخ زدی؟ نه ترسیده بیا 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 این بر بیا آفرین آها خوب داری میگه بودو اون دپن سرکن بیاد آفرین بودو حال کرده تصدیقا امید ماشالله وا شده ببین چه خوب خودش داره میاد بیا برو عقب بشین دیگه من دیگه جلو میشین برو عقب بشین دیگه بابا دو قدم دیگه بیا باری کلا
بیا پاتو جمع کنه. ببن براش. پاتو جمع کنه. جمع شد. بیا بیا. جمع شد. اگه خیلی داره حسی دارم میزنم اذیت میشی عذرخواهی میکنم ازت و معذرت اگه داره اذیت میشی بگو چون از دل برمیاد قاعده هنر همینه بر دل میشینه داره تاثیر خودشو داره میذاره نه رفیق شما به خودت نگی این اشک چشمای من مال دود این آتیشه است ملتفتی الانم خیلی اعصابم مگسیه حوصله این ویزویزی که داری از اون ماس ماسک در میاری ندارم بله بله امید امید آره رعایت شو ادو کنم میدونم هر جنان بعد رعایت کنم ببخش من از نظر من این طرز رفتار با کسی که جونشو نجات داده اینا من از نظر یکم بی تربیتیه بی ادبیه بی تربیتیه من میدونم تو که جوون یه ذره لطیف‌تر بزن جوون یه ذره شادتر بزن ولی این که اصلا نزن خیلی بی تربیتی خیلی بی تربیتی امید بس کن امید من نمیخوام جسارت بکنم گوش کن منو یه ذره بذار من یه هر کسی میمیره ایشون مرده تا دم مرگ رفته هر کسی میمیره یه ذره روحش مطهر میشه ولی شما رفتی مطهر نشدی عوض نشدی یه چی یه چیزی هم بهت اضافه کردن برگشتی از نظر من به نظر من تمامش کن بذار یه ذره فکر کنم من بله بعد فکر کنیم فکر کنیم ببخشید من یه سوال داشتم الان ایشون مثلا تایید چاو بودن آقا نادرخان گذاشته بوده دیگه اونجا دیگه انداخته بوده بله بله الان من یه سوال دارم یعنی ما می‌خوایم همینجوری دوره را بیافتیم هر کسی نادرخان می‌خواد بکشه نجات بدیم سوپرمنیم خوش کنای سوپرمن مثل اینکه شما اصلا ملتفت نیستی این برادرمون فرمودن دو دقیقه دندون به جگر بگیر بتونن یه نقشه بریزن ببینن چه غلطی میتونیم بکنیم خاکی بریزیم تو سرمون ای بابا آقا من از دیدن شما خیلی خوشحال شدم و خیلی خوشبخت شدم کلاتون داخلیه چون من که از داخل گرفتم شما جنسش خوب میزنه اصلا یه سوال دیگه ایمه که واقعا شما فهم میکنی اصلا از اینشون یه نقشه در میاد یعنی این آینده رو میبینی ببخش فکر کن بعد بذار فکر کنم عشقی رنگ عشق مثل رنگ چشای مهربونت عشقی رنگ عشق برده با شما یه آهنگ دیگه بخون آهنگ مشکیه دیگه ترانه مشکیه آقای رسالقی خوندن عرض کردم شما یه ترانه دیگه بخون ای بابا هرکی هرچی میخونه که تو نباید تکرار کنی تو جمع منم همین تذکر رو داده بودم رسیم. یه بار دیگه با هم تنظیم میکنیم که هر کی قراره چیکار کنه اول از همه من میگم چرا تو باید به اینام تو من اول از همه میگم چرا هر دفعه تو تعریف میکنی اول از همه تو بگو آقا بفرمایید قهر نکن نه گوش بذار تمرکز کنم من میرم پیش ترانه آقا عذرخواهی میکنم اشارتون رو متوجه شدم یه مقدار دیر میرم پیش خانم دکتر مشکی ازش خواهش میکنم منو هیپنوتیزمم کنه منم وای میستم اونجا چون تو هیپنوتیزم میشی چیزی حالی نمیشه وای میستم اونجا هیپنوتیزمشو یاد میگیرم که برام اونجا یادداشت برمیداری آره
منم این مرد یخی میبرم دستبالش رو اصلاحی میبندم خونی و مالی علکی راسوس بعد عکس میگیرم میفرستم واسه شما خونی مالی حسابی ها ایزون باریکلا درستی خیلی خوب پس درستیم دیگه حالا هم انگ ساعتاتون رو با هم تنظیم کن ساعت من ندارم منم ندارم آخش بشگیرن گشت آقا جون نخون اصلا این ترانه رو نخون یه روز از همین روزا رو دلم پا میذارم فکرش رو باز شده شلم شده شعرام فراموش کرده آقا بس دیگه بذار یه ذره تمرکز کنیم دیگه الان مجبوری بخونی؟ ببخشید مگه من مریضه شم بگیرم بگیرم من میام تو شروع بگیرم پشت سر من بیام بگیرم ولی تو شروع کنم باور کنید من اصرار کردم بیاد روانشناس خوش روان پزشکی بکنن یعنی باور کنید از وقتی پیش شما اومده خانم دکتر حالش خوب شده قبلا هزار بار روزی هزار بار دستاشو میشست الان این خیالش نیست دستکشو در بیار راحتم آقای نصیری من به شما گفته بودم با اتفاقاتی که بین ما افتاده ادامه درمان شما پیش من غیر ممکنه بله فرمودید من اصرار کردم اصلا سمت من بوده من اجازه میدید من یه دقیقه با مریضم صحبت کنم یا باید ازتون خواهش کنم بیرون تشریف داشته باشید نه 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 اصلا روابط بین پزشک و بیمار که اصلا خصوصی میخوام اصلا بیرون باشم که من با هیچ کدوم از بیمارام روابط خصوصی ندارم بعد برداشت نکنید بفهمید شما دوست صمیمی ایشونی بله. پس به خاطر خودشون یه لحظه سکوت کنید من درک میکنم شما صحبتتون بکنید انگار که من نیستم من در نظر نگیرید من اینجا واسادم خانم دکتر به خاطر همینه که ما داریم تلاش میکنیم که شما قبول بفرمایید این زحمت بزرگ و خطرناک رو که هیپنوتیزم رو روی من انجام اصرار داریم روی هیپنوتیزم باور کنید همه دارن میگن شما استادین توی این قضیه به خاطر همین ما اصرار داریم میکنیم که شما انجام بدین من این درونمو بریزم بیرون خلاص شم خانم دکتر هیپنوتیزمم کنید خانم دکتر اگه 100 بار دیگه هم بفرمایید من اصرار میکنم خانم دکتر هیپنوتیزمم میفرمایید خدای قسمی که خوردین شما قسم خورین برای شفای بیمار الان برای شفای این بیمار هیپنوتیزم احتیاج داریم وقتی شما قسم خورین برای شفای بیمار هر کاری میکنین این هم زیر مجموعه قسمتون میشه خواهم دکتر نگه این که البته از شاید قسم نخوردن نه چون فکر کنم چیزه پزشکای معمولی عمومی مثل اینکه قسم میخورن روان پزشکان نمیخورن یا قسم میخورن نمی بله قسم میخورن خب اگه قسم خوردین که دیگه از این حد و اطفارا رو نداره که بابا یه دقیقه هیپنوتیز کن بره دیگه آبجی البته اگه چیز بشه دیگه چی باش آقای نصیری دست شما در نکنه بفرمایین اونجا درازی آیدم ادگر چشم فلن داشتی بود من فرمایین چشم شما میخواین اینجا حضور داشته باشین؟ من که بله امید اگه چیز بدیم بمونه برای اینکه در تمام دوره وسواس من امید تنها کسی بوده که من بهش تمایل داشتم کنار هم دیگه بودیم نداره اگه اصرار دارین یا نفر سوم میتونه حس بهتری بهتون بده باشه بله من بله. اصلا همون چیزم من نیمه گم شده که شما میگین بخوابید با کفش دارم بله خب چشماتون رو ببندین بله امید اینجایی دیگه بله بفرمید سکوت بله چشماتون رو بازم ببخشی یه لحظه من چون میخوام بنویسم برو من تا 5 میشمارم بله بعد 3 تا ضربه میزنم درست شما اون موقع است که مثل آینه ضمیر ناخودآگاه خودتون رو میبینین ببخشید معذرت میخوام دکتر چون این ترشو من نرسیدم تا چند میشمارین؟ تا 3 میشمارن بعد 3 تا 5 نه فکر کنم گفت تا 5 میشمارم 3 تا ضربه میزنم شما چی یادداشت من 3 تا 5 میشمارن من نو فرم دارم میزنم نه منطقیش این آدم 3 تا ضربه 3 بشماره تا 5 ضربه من 3 و شما 3 1 2 3 میگن 1 2 3 4 5 که 5 میشمارم 3 تا ضربه میزنم تا 5 میشمارم 3 تا ضربه میزنم به من ربطی نداره ولی آدم میگه 1 2 3 نمیگه 1 2 3 4 5 3 تا ضربه نه اصلا بله من بفهم من آمادم خواهم تو که بفرمید چشماتون رو ببندی بله سکوت بله چشم بفرمید یک دو سه
4 5 برکلو خانم دکتر آفرین آفرین من کلی هزینه میکنم خانم دکتر یه همچین لندینگی ها ولی ببینیم با 3 تا طبقه بچه رو کجا بردیم برکلو مرسی آجی نظر که کارتون خیلی خوب من این شمولی ستام نکنم برکلو ببینیم کجا باری بینون فیساغورس فیساغورس نمیری یخ کردم برو بشین ببینم اینجا بشینم تو آفتاب بهتر گرم میشم بشین بجون عرق سوز شده اینجا را میری؟ یخ کردم یواش 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 استخونام درد میکنه اینقدر گرد نزن صرف بگیم ایلا خب یواش گوله رو بنده پشت من صرف نگهش داری ها ایلا مبارکلا بسم الله بده بالا نره دباغم آی آی یا بابا نره دت نه چشمش ما رو داغون میکنه گرد نزن دیگه تو هم یه حس بگی ببینم حسه چی؟ حس قهرمان المپیک، حسه چی؟ حسه آدم داغون بابا من همین الانشم داغونم، یخ زدم، همه استخونام داره زغزغ میکنه، یخ یه جایی منو وا نشده، گیر دادی ها ببین این حس باید بیاری بیرون، الان معلوم نیست، باید بیاری تو صورتت این حسو، بجم آماده یک آه، نه؟ اینه؟ باش این واقعا داغونی واقعا مفله بابا خیلی قاطی نکن خیلی خب واسه واسه اینجوری نقشه همونو میریزی به همه واسه واسه خودشه 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 داری خودتو نشون میدی بجون اما بده بالا چرا زبون میزنی وسط عکس آقا سس اومده دم زبونم چیکار کنم همین کارا رو کردی نصف عمرت تو زندان بودی دیگه آقا بیا صدا آقا ببخشید ببخشید تکرار نمیشه بگی بگی برکلا خودشه چشته بده پایین برکلا آفرین خوب خودتو نشون دادی بیا صدا تموم شد بابا بیا وا کن دیگه زیر دستم درد گرفت اه؟ خب الان دارین کجا میرین؟ کیلومتر 5 جاده مخصوص 5 سالگی 5 سالگی کیا پیشتون هستن؟ با ماشین جورابا هستن بابا یه جاده فری رفتیم سربالایی الان بنام جان من دارم میرم شاید فرعی برم بنام برکنم 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 بنام بنام مذارت میخوام ببخشی عادت داره یه چیزی میگیره بعد حتما گازش بگیریم برکنم عادت صده چی خیلی بود باش خرابه نه نه اتفاقا خیلی هم طبیعیه داره با ضمیر ناخودآگاهش روبرو میشه چند ناجور داره روبرو میشه با ضمیر ناخودآگاهشون فکر میکنم صدای توتی و اینا دیگه شما هم میتونید امتحان کنید نه دست و نرگم من هر روز مواجه میشم با ضمیر ناخودآگاهم به شکل ناجوری هم روبرو میشم دکتر فقط من یه کاری برام پیش اومده اگه اجازه بدین من تیز سرتی میرم سرتی برمیگردم اگه ایراد نداره 10 دقیقه دیگه کار دوستتون تموم 10 دقیقه من تا 10 دقیقه رفتم اومدم 3 ثانیه رفتم اومدم پس وقتی ایشون هیپنوتیزمشون تموم شد اینجا حضور داشته باشین از نظر حسی بهتون خیلی واقع اوکی اوکی نه بابا اصلا ببخشید با عزتتون خدافظ دوکانیه خروشان خب آروم باشید کجا بودید؟
دکتر ببخشید من حواسم نبود این خودکار خدمت شما می نوشتم از اونجا برداشتم دکتر فقط این 5 تا میشوردین 3 تا میزدین این چون بازم برای من نظر من غیر منطقیه آقا روش من تا 5 میشوریم 3 ضربه میزنیم بفرمایید تمرکز من 2 حرکت 1 2 3 4 5 حرکت من نمیفهمم بفرمایید معذرت خب برمیگردیم به کیلومتر 5 جاده مخصوص الو جوان جوان چرا عکس تکیه فقط چرا تنهایی انداختی ازش یعنی که چی مگه عکس عروسیه برم خودم وایستم تو کادر آقای کی جهان بیخرد عزیزم قربونت برم ما قرار شد بهشون بگیم که شما دست و پاشو بستی نمیتونیم الان کی دست و پای داوودو بسته آقای گیج من یا بعد عکس بگیرم یا بعد برم وایستم ازم عکس بگیرم جهان بذار رو اتومات این اصلا کار عجیبی نیست من نمیدونم اون هیکل به این گندگی چرا اینقدر بیخردی تو بذار رو اتوماتیک عکس بگیر چرا این کارو بکنم سلفی میگیرم جهان بدو باشی رفیق فقط گوش کن این هیپنوتیزمو چی کار کردی یاد گرفتی یا نه آقا شما فکر بخش من نباش شما خواهشم فکر بخش خودت باش من بخش خودم دارم انجام میدم خدا نگهدار وای من وسط این نقشه چیکار بکنم با این بیشورای بیخرد بیشور کی بهت گفت اینو بکنی ها؟ بابا همه دست و بالم درد گرفت کی بهت گفت اینو بکنی؟ باز شد دیگه حرفیت نداری یه دقیقه بذارم آزاد باشی نه؟ یواش گردنم یواش اوی باید به من پول بدی باید به من پول بدی درسته؟ وقتی آدمو میندازن تو فریزر که یخ بزنه چند تا چیز پیش میاد اینکه آدم گوشت یخ زده نخوره بهتره اصلا چرا آدمو باید اینقدر گوشت یخ زده بخورن آدم کشتن که به این راحتی ها نیست من میگم باید برعکس عمل کنیم باید آدما رو بندازیم تو آب صندوق پولا رو بریزیم تو چاه مواد مخدر رو بریزیم تو فریزر چرا که نه همه فکر میکنن گروهمون که نقشه این بوده که ملکی و نادر رو بندازیم به جون هم ولی من نه به پولشون علاقه دارم نه به آدم کشتن علاقه دارم نه به مواد مخدر علاقه ندارم به هیچ کدوم اینا میخوام از شهر همشون خلاص شم که بتونم به ترانه همه چیز رو بگم این ملکی و نادر کیان شما دیدیشون؟ رئیس باند مواد مخدر آدم کشن مثل آب خوردن خطرناکن شما رفتی به کارهای اونا داریم؟ آدم های توی چاه، آدم های توی فریزه، قرص های جدید، مواد مخدر من نقش 3 تا آدم روانی رو بازی میکنم 1 اسکیزوفرنی، 2 استراب هات، 3 وسواس شدید پلیس ها دنبالمونن چرا پلیس دنبالتونه؟ نگهبان دم فریزر شلیک کردن بهش افتاد دختر بچه نگاه میکرد دختر بچه؟ یه دختر بچه اونجا بود؟ آسیبی دید؟ شکلات میخوره بیا بیا میخوام با ترانه ازدواج کنم چی؟ میخوام با ترانه مشکی ازدواج کنم چرا میخوای باش ازدواج کنی؟ برای اینکه آدم حسابیه میشه بهش تکیه کرد روش حساب کرد میخوام وقتی میام مرکز روبروش میشینم بگی سلام آقا بهنام آقا بهنام خیلی خوب بهنام جان بس کافیه من تا 5 میشمارم 3 ضربه میزنم شما به حالت عادی برمیگردی هیچ کدوم از این چیزایی هم که گفتی یادت نمیاد فراموش میکنی فراموش میکنم سکوت فراموش میکنم Thank you.
1 2 3 4 5 سلام کنم دکتر.